اگه وانسی و به حرفان گوش ندی جیغ میکشم و همه رو خبر میکنم. مگه دیوونه شدی؟ خب چی میخوای بگی؟ حرفتو بزن. میخوام بهت بگم که من تصمیم خودم رو گرفتم. خب که چی؟ من از مامانم جدا میشم. اگه تو منو نخوای برمیگردم تهرون پیش همه ی آدم ها، هر کی که بشه. چی؟ مگه دیوونه شدی؟ تو اصلا معلوم است که چی میخوای؟ آره امیر، تو بهتر از هر کسی منو میشناسی. من دیگه از این زندگی لعنتی خسته شدم. باور کن به مرگ خودم راضیم. میفهمی چی میگم؟ ببین، اگه فکر میکنی که من عاشقت شدم یا میتونی با من زندگی بکنی، فکر بیهوده ایه. درسته که تو هنوز به قول خودت هیچ احساسی به من نداری، اما اگه بخوای میتونی داشته باشی. تو اگه بخوای میتونی منو، همین دختری رو که حالا میخواد از گذشتش ببره و جدا بشه، دوست داشته باشی. دوست داشتن خریدنی نیست. من هیچ دلم نمیخواد که خودم رو گرفتار کنم. هیچ دلم نمیخواد که راهمو عوض کنم. من یه پدر مادر پیر دارم که پاشون لب گوره. تو میدونی اونا چقدر برای من درخواهی منو درد کنی. نمیتونی بفهمی که من چی دارم میگم. تو زندگی شما همش ناز و نعمت بوده. اصلا نفهمیدین که برای خوشبخت شدن چه مشقتهایی رو باید تحمل کرد. و شاید اصلا نفهمیدین که فاصله بدبختی با خوشبختی چقدر زیاده. برای همینه که من از شما هم میترسم. من از هر غریبه ای که بخواد تو راه زندگیم تو فکرم پا بذاره وحشت دارم، میترسم. تو فکر میکنی من برای چی اومدم اینجا؟ من اومدم اینجا که راحت باشم. اما همون روز اول با اون پسری لعنتی، اسمش چیه؟ ها، حمید، برخورد کردم. اونم با اون وضعیت. بعدش هم آقا میخواست اون شب منو زیر بگیره. آخه برای چی؟ پس بهتر که تو برگردی. من واقعا زندگی اینطوری رو دوست ندارم. به تنهایی عادت کردم. من فقط باید با خودم زندگی کنم، دور از این شلوغی و هیاهو. من دوست ندارم کسی تو زندگی من دخالت کنه، نه تو و نه کسی دیگه. بس دیگه، بس امیر. اگه تو فکر میکنی که خیلی میفهمی، تو نباس منو اینطوری سرزنش بکنی. من به تو دروغ نمیگم، من به تو دل بستم. هر جا میرم همش تو رو میبینم. حرف که میزنم فقط اسم تو سر زبونمه. خودم هم نمیدونم چرا. شاید واسه اینه که هیچ وقت آدمی تو زندگیم نبوده. شاید برای اینه که کم بوده محبت دارم. من به تو احتیاج دارم امیر. من نمیخواستم اینطوری با تو صحبت کنم. منو ببخش، معذرت بخش.